امامان اهل بیت و خیانت شیعیان امام رضا تا 48 سالگی بچه دار نمیشد. شیعه می گفت آقا تو امام نیستی چرا؟ امام نباید معیوب باشه تو معیوبی بچه دار میشی. ببین چقدر تلخه من گفتم تو هم شنیدیم اما برو فکر کن چقدر سخته به امام معصوم پسر پیغمبر که خدا امام قرارش داده بگن تو امام تو امام نیستی ام چون اگه امام بودی نباید معیوب باشی تو چرا بچه داره میشی آنچه این آخوند بیان می کند از دو جهت قابل تعمل است اول آنکه می گوید امام رضا تا 48 سالگی بچه دار نمی شد حال باید از هر زمیر آگاه و بیداری پرسید شخصی که خودش تا چهل و هشت سالگی بچه دار نمی شد چگونه می تواند مشکل بیفرزندی کسانی که به زیارتش می روند را حل کند و یا شاید هم از زائران ایشان فقط افراد بالای چهل و هشت سال به حاجت خود دست میابند نکته دوم سخن آخوند آن است که میگوید شیعه می گفت آقا تو امام نیستی چرا؟ امون امام نباید معیوب باشی تو معیوبی بچه داره میشی این اعتراف آخوند حقیقت برخورد شیعه با امامان بزرگوار اهل بیت است اعمه بزرگوار اهل بیت هموار در طول تاریخ مورد آزار و اذیت از شیعیان قرار گرفته و از دست آنان به سطوح می آمدند. برای مثال، امیر علی رضی الله عنه در مورد شیعیان خود می فرماید، اگر شیعیان خودم را جدا کنم آنان را جز لاف زنان و خود ستایانی نخواهم یافت و اگر امتحانشان کنم جز مرتدانی نخواهند بود و اگر غربالشان کنم از هزار نفر یک نفر خالص نخواهم یافت امام حسن رضی الله عنه نیز در مورد شیعیان خود می‌فرماید به الله قسم من معاویه را برای خودم بهتر از اینها می بینم. آنها مدعی که شیعیان من هستند در حالی که در پی کشتن منند و چشم به مال من دارند. به خدا قسم اگر بتوانم با معاویه کنار بیایم و خونم و خانواده ام را حفاظت کنم بهتر از این است که اینان مرا بکشند و اهل بیتم زایع شود و امام حسین رضی الله عنه در مورد شیعیان خود این چنین می‌فرماید اما شما در بیعت ما همچون پرنده ادبا از عجله کار گرفتید و همانند پروانه شتاب زده شدید و بلافاصله عهدتان را شکستید شما که دارید ما را خار میگذارید و میکشید هان لعنت الله بر ستمگران باد همچنین امام زین العابدین رحمه الله میفرماید اینها بر ما گریه می کنند. مگر ما را جز آنها چه کسی کشته است؟ امام باقر رحمه الله نیز شیعیان خود را این گونه می بیند. اگر همه مردم هم شیعه ما می بودند، حتما سه چهارمشان درباره ما شکاک و یک چهارم دیگرشان احمق می بودند. و امام صادق رحمه الله در مورد شیعیان خود می به الله سوگند اگر سه نفر مؤمن از میان شما بیابم که سر مرا کتمان کنند هیچ سخنی را از آنان پنهان نخواهم داشت به راستی اگر این امامان بزرگوار امروز در میان شیعیان بودند چه برخوردی با آنان می